طبیعتاً نواختن و شنیدن این قطعات فراموش شده بعد از چند قرن یک حال عجیبی برامون پیش میاره، درست مثل شخصی که صدای اجدادش رو بعد از چند قرن بشنوه. تاریخ موسیقی برمیگرده به قاجاریه، یعنی 100 و اندی سال پیش، ثبت تاریخ موسیقی شنیداری و عملی، و اون وقت این امکان به دست بیاد که بتونی حتی یک قطعه از پیش از این زمان بنوازی و بشنوی، دیگه فکر نمیکنم هیجان انگیزتر از این و بهتر از این حسی باشه برای یه موسیقی. صد و پنج سال پیش در 31 امرداد ماه سال 893 خورشیدی، سلطان سلیم اول در رأس سپاه عثمانی به دشت چالدران در آذربایجان رسید. فردای آن روز سربازان صفوی نخستین حمله را انجام دادند. با آغاز جنگ سپاه ایران جناح چپ عثمانی را در هم کوبید. اما با شلیک توپ‌ها نتیجه جنگ به سرعت به سود عثمانی تغییر کرد. بسیاری از سربازان و فرماندهان سپاه ایران در میدان جنگ کشته شدند. صفویان شکست خوردند و شاه اسماعیل میدان جنگ را ترک کرد. سلطان سلیم پیروزیش را در کاخ 8 بهشت تبریز، پایتخت صفویه، جشن گرفت. Thank you.
خب بدون شک خیلی مهمه که ما بدونیم که در دوره گذشته آدم ها چجوری حرف میزدن، چجوری فکر میکردن، چی میخوردن، چی میپوشیدن. خب ما حالا بدونیم که چه موسیقی اجرا میکردن. این خیلی کمک میکنه به شناخت گذشته ما، شناخت این که فرهنگ ما چی بوده، هویت ما چی بوده. و این برای خود من خیلی حس خوبی داشت و داره که بدونم نیاکان من چه زیبایی شناسیشون چی بوده اصلا. هر جای دیگه باشه کلی استقبال میشه که آقا یک دوره دیجوبونگ تاریخی موسیقی ما داره مشخص میشه که اون موقع چی میزده. احیای قطعات موسیقی قدیم ایران امروزه برای ما این وقت رو به همراه داشته که بتونیم درک عمیق‌تری نسبت به گذشته موسیقی ایرانی داشته باشیم و اساساً این امکان رو برای ما فراهم کرده که نگاه ما نسبت به مقوله آهنگسازی به طور عام و به طور خاص مقولات ظریفی که در صنعت آهنگسازی مورد استفاده قرار میگیره، مثل بحث ایقاع، بحث فرم، مبحث بسیار پیچیده و ظریف و حساس ملودی پردازی و مقولاتی از این دست، به طور کلی دچار تحولات بنیادین بشه. برای من شخصا به این دلیل که سالهای سال موسیقی گالا رو گوش میکردم از روی صفحات قدیمی و مخصوصا صفحات نای وسترلا رو سالهای سال گوش میدادم و اونا رو سعی میکردم که کپی بکنم با ساز خودم، نوتا رو در بیارم که بفهمم موسیقی به چه شکل بوده، چی رو نگاه میکردم. همون موقع هم فکر این که قبل از دوره قاجار واقعا موسیقی به چه شکل بوده، آهنگسازی چجوری بوده، سازها چجوری بودن، گروه ها چجوری شکل میگرفته و موسیقی اساسا چجوری صدا میداده، فکر اینم جذاب بود. چه برسه به اینکه به مدد تلاش یه سری از آدمایی که تو این زمینه واقعا تلاش زیاد کردن، حالا ما بتونیم موسیقی رو به کاغذ ببینیم و اساسا با یه اسناد روبرو بشیم که تکلیف رو برای ما خیلی روشن. سلطان سلیم در هنگام بازگشت از تبریز صدها تن از هنرمندان و صنعتگران برجسته آن شهر را به اجبار یا به میل خود آنها به پایتخت عثمانی برد. در این میان موسیقیدانان فراوانی نیز حضور داشتند. دانان ایرانی را در استانبول سکونت دادند و برترین های آنان را به عنوان موسیقی دانانی عالی رتبه به استخدام دربار عثمانی در کاخ توپکاپی درآوردند. به گواهی تاریخ تا بیش از یک قرن بعد از جنگ چالدران انتقال موسیقیدانان ایرانی به دربارهای عثمانی به سان یک سنت ادامه پیدا کرد و سلاطین دیگری مثل سلطان سلیمان قانونی و سلطان مراد چهارم بعد از جنگ ها
موسیقیدانانی را از ایران به دربارشان آوردند. در قرون 17 و 18 میلادی، یعنی تا حدود 200 سال بعد از جنگ چالدران، به طرزی شگفت‌انگیز ده‌ها قطعه منسوب به این موسیقیدانان ایرانی حداقل در 3 رساله و 3 زمان متفاوت در استانبول آوانویسی شد. اولین مجموعه آوانویسی که تا به حال می‌شناسیم و در دسترس قرار داره متعلق به حدود نیمه قرن 17 میلادیه و توسط موسیقیدانی لهستانی به نام آلبرت بوبوفسکی یا همون علی اوفکی بری نوشته شده. علی اوفکی که به عنوان اسیر به دربار استانبول فروخته شده بود، در گروه نوازندگان دربار سنتور می نواخت و در یک مجموعه 300 صفحه‌ای ده ها قطعه موسیقی که در دربار و شاید در خارج از دربار اجرا می شده را آوانویسی کرده است. در اهمیت کار اوفکی همین بس که بدونیم در حد شناخت ما تا امروز این اولین بار در کل تاریخ موسیقی های حوزه ایرانی عربی ترکیه که قطعاتی سازی و آوازی به طور کامل به شکل مکتوب ثبت شدن. برای ثبت قطعات اوفکی از نظام نوت‌نویسی اروپایی استفاده کرده، اما اون رو به دلخواه خودش با این موسیقی تطبیق داده. مثلا نوت‌ها رو از راست به چپ نوشته، از میزان بندی غربی استفاده نکرده و اغلب فقط تکرارها رو مشخص کرده. علائم ابتکاری خودش رو برای نشون دادن دوره ایقایی یا اصول قطعه به کار برده و بخش های مختلف فرم هر قطعه مثل سرخانه، ملازمه، خانه ثانی و غیره رو در جای مخصوص به خودشون مشخص کرده. آوانویسی های اوفکی رپرتوار نیمه اول قرن 17 دربار عثمانی رو بازتاب میدن که شامل چند قطعه سازی و فرم پیشرو منصوب به موسیقیدانان ایرانی به استانبول آورده شده یا آمده مثل حسن جان، شاه‌قلی و چنگی جعفر هستند. بعضی از این موسیقیدانان مثل شاه‌قلی، چنگی جعفر و حیدر جان در همین قرن 17 توسط سلطان مراد چهارم از بغداد و شهرهای دیگر ایرانی صفوی به استانبول آورده شده بودند و معاصر اوفکی بودند. بنابراین احتمال داره که اوفکی شخصا بعضی از اینها رو در دربار میشناخته و این فوق‌العاده است. ما در کل تاریخمون قبل از قرن 20 نداشتیم که یک قطعه موسیقایی کامل در زمان حیات خود آهنگساز آهنگنویسی بشه. اصلا من از وقتی به یاد دارم که موسیقی رو دنبال میکنم همیشه به ما میگفتن موسیقی دوره صفوی هیچی ازش در دست نیست، یه دوره سیاه. و وقتی آدم برای اولین باری همچین موسیقی رو میشنوه اصلا محو میشه، یه احساسی که قابل وصف نیست.
شرکت در پروژه نواختن قطعات عجمی، چون موقعی که چند سال پیش آلبوم عجملر رو با بخش مهمی از این تیم حاضر کار کردیم، چه الان که سی دی نیشابور به بار نشسته، فقط و فقط یادگیری و شرکت در یک پروژه موسیقایی بوده که قطعاتی رو از موسیقی قدیم ایران برای ما برمغان داره. خب عنوان یک نوازنده ساز کوبه‌ای که در موسیقی مسئله متر یا وزن داره، اون هم از نگاه در واقع فرمال یا هندسیش، موسیقی دستگاهی برای من همیشه خیلی محدود بود و فکر می‌کنم که از فقیرترین موسیقی ها از این نظر موسیقی قاجار باشه. از همین رو من سابقه مبسوط و طولانی دارم در جستجو و پژوهش روی ایقا، ادوار ایقایی که در رساله‌های کهن موسیقی بهشون برخورد که می‌کردم برای من خیلی جذاب بود و با حول همین محور تحقیقات میدانی هم انجام دادم روی فرهنگ‌های موسیقی همسایه و فکر می‌کنم که همین دلیل باز خیلی طبیعیه که من در این پروژه ها حضور فعال داشتم. یکی که یک موسیقیه که خیلی موسیقی قدیمیه، کهنه و من تجربه آشنایی با این موسیقی رو داشتم قبلا، پروژه اینچنینی کار کردم، یه شناخت نسبی داشتم، این یک دلیل مهم بود برای شرکت تو این پروژه. دلیل دوم هم که دوستان درجه یکی به من پیشنهاد دادن، دوستانی که هر کدوم شاید به نظر من جزو بهترین های موسیقی هستن در ساز خودشون، در موسیقی خودشون. خب این همیشه دغدغه من تو این 12 ساله بوده، شوق‌نامه، عجمله و کاری که خود من تولید کردم مثل نغمه‌های مرکب و حالا خیلی چیزای دیگه. دومین مجموعه بی نهایت پر اهمیت و بی قیمتی که میشناسیم متعلق به حدود 50 سال بعده، یعنی حدود شروع قرن 18 و به دست شاهزاده دیمیتری کانتمیر، کانتمیر بزرگ نوشته شده. دیمیتریوس کانتمیر، شاهزاده مولداو، ریاضیدان، مورخ، فیلسوف، نوازنده و آهنگساز که در 15 سالگی به عنوان گروگان سیاسی به دربار عثمانی فرستاده شده بود، 352 قطعه سازی در فرمهای پیشرو و سماعی را در مجموعه خود آوانویسی کرده است. کاتمیر برای ثبت قطعات از نظام کاملا متفاوتی استفاده کرده که میشون رو نظام حرفی عددی نامید. در این نظام هر نوت با یک یا چند حرف الفبا مشخص میشه و زیر هر یک از این نمادها عددی نوشته میشه که کشش زمانی نوت مورد نظر رو نسبت به یک واحد نشون میده. کانتمیر علاوه بر آوانویسی همون قطعاتی که در رساله افقی به موسیقیدانان معلوم ایرانی الاصل مثل حسن جان و شاهقلی نسبت داده شدن، حدود 20 قطعه نیز آورده که آهنگسازی اونها رو به طور کلی به عجمله یعنی ایرانی ها نسبت داده. تقریبا همه محققین تاریخ موسیقی عثمانی متفق القولن که منظور از عجمله در اینجا همون موسیقیدانان ایرانی هستند که از حدود قرن 16 رفته رفته به استانبول اومدند یا آورده شدند. کلاسیک فعلی و دوستان عزیز دیگه حدود 20 پیشرو عجمی گزیده از رسالات افقی و کانتمیر رو در قالب آلبومی به نام عجملر در سال 92 نزد انتشارات ماهور منتشر کردم. یک سال بعد هم
آوانگاری های مجموعه کامل رپرتوار عجمی این دو رساله رو و همراه توضیحات مفصل در کتابی باز تحت عنوان عجملر و باز نزد انتشارات ماهو منتشر کردم. به نظرم این چند مجموعه نوت نویسی موسیقی قدیم که در ترکیه پیدا شدن، اوفکی، کانتمیر و حالا کوسری که امیدوارم بازم باشن و هر جا هستن سالم باشن در عراق، سوریه و به دست ما برسن، یک بخت و اقبال بزرگ محسوب میشن برای موسیقی ایران به ویژه و در این بره از زمان. سالهای سال بود که ما مقولاتی مثل فرم یا بهتر بگم موضوع اقسام تصانیف، موضوع ایقاع، موضوع موتهای فراموش شده موسیقی ایرانی رو فقط در رسالات کهن موسیقی ایرانی در حد چند خط میتونستیم ازش اطلاعاتی داشته باشیم و خب حالا که یه همچین مجموعه هایی پیش روی ما قرار میگیره طبیعیه که درک ما رو نسبت به اون چیزی که در رسالات ثبت شده خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر و ملموس‌تر میکنه. ما پیش از این حتی یک قطعه موسیقی بهمون به ارث نرسیده بود که فرضاً یکی از این ادوار ایقایی بلند ثقیل 48 دروی مثلا درش باشه. ادواری که میدیم در کتب دانشمندان موسیقی اون از فارابی و ابن سینا تا صفی الدین و مراغی نوشته شده و غیره، یا مدهایی که نبود، فرمهایی که نبود، مدهای موسیقی زیادی و حالا همه اینها در دسترس میتونیم اجرا کنیم و بشنویم و همینه دیگه، معنی واقعی یک گنج. سومین رساله بی قیمتی که خیلی به تازگی در دسترس قرار گرفته و باز دریچه جدیدی به دنیای شگفت‌انگیز موسیقی قدیم ایران باز میکنه توسط نینوازی به نام مصطفی کوسری افندی احتمالاً بین 20 تا 40 سال بعد از رساله کانتمیر، یعنی حدود 1720 تا 1740 میلادی نیمه اول قرن 18 نوشته شده. کوسری برخلاف اوفکی و کانتمیر موسیقی‌دان شناخته شده‌ای نبوده و از زندگی نامه او تقریبا هیچ چیزی نمی‌دونیم. او همون نظام آوانویسی کانتمیر رو به کار برده و 539 پیشرو و سمایی رو ثبت کرده. اکثر این قطعات بازنویسی قطعات کانتمیر هم، اما حدود 200 از اونها اصیل هم و در رسالات قبلی پیدا نمیشن. خیلی جالبه که از بین این 200 قطعه اوریجینال حدود 40 قطعه منصوب به عجملر وجود داره که در هیچ منبعی پیش از این دیده نشده بودند. این نشون میده که تأثیر موسیقی دانان ایرانی بر محیط فرهنگی استانبول حتی تا اواسط قرن 18 هم، یعنی تا همون حدود انقراض صفویه، به نوعی ادامه داشت. جالبه که بدونیم موسیقی شناسان عثمانی پژو از مدت‌ها پیش از وجود این رساله خبر داشتند، اما چون صاحبان رساله اجازه دسترسی به اون نمی‌دادند محتوای رساله شناخته شده نبود، تا اینکه 4-5 سال پیش یک موسیقی شناس جوان ترک، دکتر مهمت اوگورکینجی، میکروفیلمی از این رساله رو در کتابخانه ملی آنکارا پیدا کرد و آوانویسی های کوسری رو با بازنویسی به خط نوت اروپایی در سال 2015 در استانبول به چاپ رسوند. پروژه نیشابور به اجرا و ضبط گزیده ای از پیشروهای عجمی و غیره رساله کوسری اختصاص داره. Thank you.
بچه تشابه‌هایی بین محتوای موسیقی کهن و سیستم موسیقی زمان قاجاریه وجود داره، تفاوت‌های بسیاری هم وجود داره. خب خیلی متفاوته و واقعا این تجربه غریب، عجیب، جالب و هیجان انگیز. تو حوزه ریتمیک، تو حوزه فوز، تو این مقوله با هم به شدت متفاوته. ساختار پیشروها که تماما حساب شده است، مثل سرخانه، خانه، ملازمه و غیره. فرم پیشرو که به نظر میرسه برای اولین بار در دوران تیموری ظاهر شده، در رپرتوار عجمی عثمانی یک ساختار اصلی داره. همیشه سه یا چهار بخش ملودیک متفاوت با نامهای سرخانه، خانه ثانی، خانه ثالث و گاهی خانه رابع توسط یک عنصر فرمساز اصلی به نام ملازمه که در بین این خانه ها تکرار میشه با هم ارتباط پیدا میکنن. ملازمه نوعی ترجیبند بزرگ و طولانیه که مهمترین بخش آهنگسازی رو شکل میده. ریزشناسا با پیدا کردن یه تیکه استخوان، یه تیکه دندون، یک طبقه جانوری رو کشف میکنن، بازسازی میکنن. شاید اینها تنها یک فرم پیشرو باشن از خیلی فرمهای قدیم، اما همینها غنیمتی هستن و میتونن پاسخگوی خیلی از پرسش‌های بی پاسخ باشن موقعی که به منابع مکتوب در واقع قدیم مراجعه میکنیم و ارزشی که دارن غیر قابل تصوره. یه موسیقیه که میفهمی، متوجه میشی که از یه جایی داره نشأت میگیره که باهات آشناست، یعنی کاملا فواصل رو تشخیص میدی، حالتهای موسیقی رو تشخیص میدی، گردش ملودی ها رو تشخیص میدی و یه موسیقی آشناست، کاملا باهات صحبت میکنه. اما در این حال حالت کسی رو داری که از یک اتاق در میاد و به یک باغ میره، از یک موسیقی به طور خاص با ریتم آزاد میره به یه موسیقی که خیلی ریتم مداره و ریتمای خیلی خیلی پیچیده‌ای توش هست. مثلا 14 ضربی، 16 ضربی، 48 ضربی، 64 ضربی، خلاصه ریتمایی که در موسیقی قاجاری استفاده نمیشن. بازگشت به این اصول وسیع ریتمیک برای نوازنده تجربه خیلی جالبیه. تأمل برانگیزه که ما چقدر در حوزه ریتم و ادوار غنی بودیم و اینا واقعا خیلی حیفه که فراموش شده. واضحه که این اصول زمان و فضای جمله بندی موسیقایی رو کلن عوض میکنه. طبیعیه که ملودی که روی اونها سوار میشه ملودی خیلی بلندی هست. برای اینکه بتونیم یک ملودی بلند خلق بکنیم باید ملودی رو بارها و بارها روی نقاط تعلیق نگه داریم و با یک تأخیر بسیار زیادی ملودی با یک هوشمندی خاصی به سمت نقطه اختتام پیش بره. فرض کن که یه اعصاب میاد تو ذهنت، میخوای بر اساس اعصاب بشینی یه قطعه بسازی. اعصاب یه کاراکتری داره، تمام جمله بندی تو اون دو تعیین، شما باید بر اساس اون دو جمله بندی موسیقی تو بگی. استفاده از مودهایی هست که در نظام قدیم موسیقی ایران وجود داشته، اما در موسیقی دستگاهی ایران ما خبری از اون مودها نداریم، یا اشکال تغییریافته ای از اون مودها رو در موسیقی دستگاهی میتونیم تا حدی پیدا بکنیم. موجود
مدولاسیون‌های آزاد توش هست، هیچ کلیشه‌ای در کار نیست که به شما بگن حتما الان مثلا فرض بکنید باید از شور برید توی مثلا سلمک بعد برید توی شهناز، همچین چیزی نیست، کاملا آهنگساز آزاده و هنر آهنگسازیش به اینه که چجوری این مقام مدگردی ها رو چجوری انجام بده و هنرمندیش رو به اثبات برسونه. مدگردی ها در قطعات عجمی بسیار جسورانه تر و با قیود بسیار کمتری نسبت به موسیقی دستگاهی انجام میگیرن. شاید یکی از بهترین مثال ها در رپرتوار عجمی برای مدولاسیون های آزاد، متنوع، سریع و قافلگیر کننده حتی مثال سرخانه پیشروی شکوفه‌زار حسنجان در مقام حسینی باشه. آهنگساز به شکلی کاملا ابتکاری در همون اولین قسمت پیشرو در کمتر از فقط حدود 45 ثانیه قطعه رو با حالت مقام حسینی معیر شروع میکنه، بعد به مقام حصار اشاره میکنه، بعد اون رو تبدیل به سبا میکنه و به دنبالش به سادگی به حسینی برمیگرد. باید در این زمینه بدونیم اینه که نظام بنیادین موسیقای رپرتوار عجمی و نیز موسیقی کلاسیک عثمانی و عربی به طور کلی با نظام بنیادین موسیقی کلاسیک ایرانی قاجاری و نیز معاصر مشترکن. به بیان دیگه موسیقی های کلاسیک ایرانی عربی ترکی از قدیم تا امروز اساساً در یک نظام واحد موسیقایی شکل گرفتن و بنابراین کاملا هم خانوادن و یک زیرساخت مشترک دارند. تمام تفاوت هایی که بین این شاخه ها وجود دارند در واقع به نحوه استفاده از امکانات این سیستم مشترک مربوط میشن و بنابراین تفاوت های سبکی یا نهایتا مکتبی هستند. زیرساخت مشترک، روساخت ها با هم تفاوت هایی دارند یا پیدا کردن. اصل رویکرد مدال رپرتوار عجمی و نظام فواصلش هیچ تفاوت بنیادینی با موسیقی ایرانی قاجاری و معاصر نداره. اصل مفهوم ایقاع رپرتوار عجمی هم در موسیقی قاجاری وجود داشته، فقط خیلی محدود ازش استفاده شده، اما این صرفا یک تفاوت سبکیه. خب در قاجاری از ایقاعات کم استفاده شده، حالا ما میتونیم از امروز از دریایی از ریتم‌های ایقاعی دوباره استفاده بکنیم. بله، در رپرتوار عجمی مدولاسیون های آزاد فراوان وجود داره. در رپرتوار عجمی جمله ها بلند و منطبق بر دور ایقایی ساخته میشن. ملودی ها در زمان سریع باز میشن. ملودی ها پرشدار و پرتحرکن و غیره. خب ما هم میتونیم از امروز از همه این امکانات و رویکردهای سبکی دوباره استفاده بکنیم. اونجا آهنگسازی اهمیت ویژه داره. خب الان هم ما میتونیم با آهنگسازی دوباره اهمیت ویژه بدیم. نکته اینه که هیچ کدوم از این رویکردهای سبکی نه تنها هیچ منافات و هیچ تضادی با اصل نظام موسیقایی قاجاری و ایرانی معاصر ندارن، بلکه میتونن اون رو به شکل چشمگیری قوی بکنن و توسعه ببخشن. خود محتوای این قطعات بنا به مثابه فرمشون، به مثابه آهنگسازیشون انقدر برای من جذاب بود و جذاب هست که دیگه به شباهتاش به موسیقی حالا دوره قاجار که بعدش بوده اصلا نخوام دقت بکنم و این جذابیت انقدر زیاده که سالهای سال آدم دنبال خودش میکشون. ویژگی های این موسیقی به خوبی نشون میده که محصول یک دوره شکوفایی هنریه، دوره که موسیقی قدر و منزلت داشته و از هر نظر پشتیبانی میشده.
می‌خوایم این قطعات رو اجرا بکنیم. سوال بزرگی که مطرح میشه اینه که چطور این کار انجام بدیم؟ آوانویسی‌های افقی، کانتمیر و کوسری به کلی فاقد هر گونه علائم راهنمای اجرا هستند. نه در مورد توندا و نه در مورد حالت‌ها و شیوه اجرای ملودی‌ها هیچ اطلاعاتی در واقع نمیدن. از اون مهمتر این که ملودی رو به ساده‌ترین شکل ممکن خالی از هر گونه تزیینات اجرایی سازی ثبت کردن. وقتی که این آوانویسی‌های کهن رو به خط نوت اروپایی بازنویسی می‌کنیم امروز، معمولاً با یک سری ترکیبات بسیار ساده‌ای از نوت‌های کم تراکم و طبیعتاً بیروح مواجه میشیم. خب این پدیده چیز عجیبی نیست. در خود موسیقی اروپایی هم تا چندین قرن بعد از ابداع نوت‌نویسی این وسیله برای بازنمای موسیقی با تمام جزئیات اجرایش استفاده نمی‌شد، بلکه صرفاً نقش کمک حافظه و ثبت حرکات کلی ملودی‌ها رو ایفا می‌کرد. اینجا هم همینطوره. افقی، کانتمیر و کوسری به نظر من صرفاً اسکلت‌های ملودی که هر قطعه رو ثبت کردن، ولی این به این معنی نیست که در زمان اونها موسیقی دانان ترک و ایرانی و غیره این قطعات رو به همین سادگی و بدون هیچ تزیینات و حالت‌های خاص بیانی اجرا می‌کردن. بنابراین در مواجهه با این قطعات برای اجرا میشه دو روی کرد اتخاذ کرد. یکی این که صرفاً همین اسکلت‌های ملودیک رو بدون هیچ دخل و تصرف شخصی مو به مو اجرا کنیم، روی کردی که در جای خودش ارزشمند و قابل احترامه، اما خب روی کرد من نیست. دوم، روی کردی که تلاش میکنه از طرق مختلف به این اسکلت ها روح ببخشه و اونها رو تبدیل به موسیقی بکنه که فارغ از ویژگی تاریخیش شنیدنی و لذت بخشه. این چیزیه که من دنبالش بودم. و البته که این روی کرد دوم منافاتی با وفاداری به اصل نداره. هیچ اسکلت ملودیکی در روند کاری که ما روشون انجام دادیم، نه در عجملر، نه در نیشابور، دچار تغییر مهمی نشده. ما فقط با تزیینات و تفسیرهای جدید زندگی جدیدی به اونها بخشیدیم. سرپرست پروژه این آزادی عمل رو برای خودش مثل هر انسان آزاد دیگه‌ای داره که بتونه با این قطعات که میراث موسیقی قدیم ایران هستن یک برخورد معاصری بکنه. ما از سبک و زیباشناسی اجرایی این قطعات در قرون 16 تا 18 هیچ چیزی نمیدونیم. سازهای اون دوره رو هم در اختیار نداریم. پس چطور میتونیم به این اسکلت های خشک و خالی روح ببخشیم؟ به نظر من یک را بیشتر باقی نمیمونه و اون اینه که سعی بکنیم با بیان و درک معاصر خودمون این نوت نویسی ها رو تفسیر بکنیم و موسیقی پشت اونها رو همونطور که خودمون میشنویم و میفهمیم به مخاطب ارائه بدیم. من به هر شکلی تلاش بکنم که صدای دوره صفوی و عثمانی رو بازسازی کنم، چون اطلاعاتی از سبک اجرای اونها ندارم و چون سازهای اونها رو ندارم، این تلاش من تلاشی کاملا تخیلی و فرضی خواهد شد و سندیت تاریخی هم نخواهد داشت. در عوض وقتی تفسیر معاصر شخصی از این نوت‌نویسی های کهن رو ارائه میدم، حداقل این حسن وجود داره که چیزی اوریجینال خلق میشه. برداشت یک موزیسیان قرن 21 از نوت‌نویسی های قرن 18. من اصالت رو در این میبینم. خیلی شبیه به حرکت موسیقی باروک در اروپاست. مثلا یکی از دوستان فرانسوی که متخصص موسیقی باروکه میگفت خدا رو شکر که ما اطلاعی از اجرای ویوالدی و باخ نداریم، وگرنه کارمون صرفا تقلید از این آهنگسازان بزرگ میشد. 26-27 تو هر میزان یک کرشنو داریم و با ملودی در بیاریم.
جذابه که خیلی نمیخواد اون شکلی نگاه کنه به قطعات که حتما این قطعات برن توی ویترین شیشه‌ای و همون شکلی دیده بشن. احساس کردم که آها حالا یه فرقایی کرده، حالا این تنظیمایی که آرش کرده چقدر میتونه به زیبایی شناسی، به فهم این قطعات کمکی بیشتری بکنه. بخصوص تنظیم کننده پلی میشه بین قرون گذشته و زمان معاصر. تفسیر و اجرای ایرانیزه نوت‌نویسی‌های قدیم چه در عجم‌در چه در نیشابور در یک فرایند دو مرحله‌ای شکل گرفته. در مرحله اول من نوت‌نویسی‌های قدیم رو به شکل تنظیم شده بر اساس سلیقه خودم بازنویسی کردم و جزئیات اجرایی فراوانی به اونها اضافه کردم و لحظاتی هتروفونیک و به ندرت حتی پولیفونیک برای اونها نوشتم. در مرحله دوم این تنظیم‌ها در اختیار موسیقی‌دانان گروه قرار گرفته و از اونها خواسته شده که با هنر و تخصص عالی که در موسیقی کلاسیک ایرانی دارن این ملودی‌های تنظیم شده رو در سبک شخصی نوازندگیشون جذب کنن و هر کس برداشت شخصی خودش رو بدون یکسان‌سازی اون با برداشت همکاران دیگه در هر لحظه ای ارائه بده. گاهی بین صداهایی که میشنیدیم از آرش میپرسیدیم حالا این خط اصلی ملودی که کوثری نوشته کدومه؟ در نیشابور من از چند ترفند مختلف برای چند صدایی کردن بعضی از تکه ها برای تقویت رویکرد تلفنیک اصلی استفاده کردم و حتی از ساخت ملودی کاملا جدید و مستقل بر رو یا در زیر ملودی قدیم به شکل یک چند صدایی کاملا حقیقی، البته به طور مقطعی و لحظه‌ای. این ترفند آخر بیشباید به کار آهنگسازان قرون وسطای اروپا نیست که برای ساخت ارگانوم‌های دو صدایی در زیر یک پلانشان یا بر روی یک کانتوس فیرموس قدیمی و پیشتر موجود خطی جدید می‌نوشتند. وسواس عجیب غریب و دقت خیلی عجیب غریب و استثنایی و افراطی شاید این موقعی و ساعت‌ها ممکن بود که ما راجع به بیان ارتقا یافته یک جمله صحبت بکنیم. همه الان داریم چیزی که سامر میزنم میزنی سعید دوتا نوت آخر زد ضرب داره، یعنی با هم میزنی ره سول ولی شما که میزنی ره دو سعید میزن ره دو راجع میشین، برای طبیعی که با هم نباشین این تا سیون با نیم زد و نیفتم همین جوری ها میشه طبیعی ها، عمدن ما میخوام که اینا نمیدونم، تمیز در نمیدونم همه شجوری میشه ولی مزمه اینه همین فیگوره اینا باست همینه اونجا برعکس ها، اونجا باستان ملودی اصلی دارم میزنم شما در این زد زر میزنیم
سشن مرحله دوم کار یعنی اجرای این تنظیمات توسط موسیقی‌دانان حقیقی، ایرانی سازی و جذب ملودی‌ها در سبک‌های شخصی و تبدیلشون به یک بافت چگال اتروفونیک طبیعی مرحله دشوارتر و حتی تعیین کننده تره. در نیشابور هم من از همه موسیقی‌دانان خواهش کردم که با آزادی کامل ملودی‌ها رو تنظیم می‌کنن و بهشون به شخصی‌ترین شکل ممکن حالت ببخشن. اونها کاملا آزاد بودن که در هر لحظه و هر روشی که می‌پسندن از الگوی منجمد ملودی نوشته شده فرار بکنن و نسخه متفاوت و متنوع کننده به بافت اضافه بکنن. 99% تزیینات و حالت‌های اجرایی و همچنین درصد خیلی بالایی از حالت‌های هتروفونی که در سی‌دی می‌شنوید روی کاغذ تنظیم شده وجود نداشتن و صرفاً محصول این بخش کار موسیقی‌دانان گروه هستن. خب مسلماً اینی که وقتی شما یه ملودی می‌نویسی و میدی به نوازنده، میدی به اختیار خودش اونجوری که دوست داره با زیبایی شناسی خودش اجراش کنه، ساختار ملودی حفظ میشه ولی با سلیقه و با مثلا جزئیات خودش اجرا کنه، این خیلی جذابه. فرید خردمند، امیر شریفی، سعید نایب محمدی، سامر حبیبی، احسان عابدی، ضیا میرعبدالباقی و مهدی بحری قبول کردند که در این کار کاملا تیمی شرکت کنند و مثل یک ارکستر واقعی برای عملی شدن ایده ها با جان و دل تلاش میکنند. واقعا همکاری با این دوستان عزیز باعث افتخار منه. به شکل یک سوئیت طراحی شده که در اون پیشروهای مختلف در مقام‌های مختلف با تکنوازی‌های تقسیم مانند به همدیگه ربط پیدا می‌کنند. بنابراین نقاط مدال شروع و پایان هر یک از این تقسیم‌ها با هم متفاوته. علاوه بر این من از دوستان عزیزم خواهش کردم که در بین این دو نقطه مدال متفاوت هر تقسیم مایه‌گردانی‌های غیر کلیشه‌ای و متعدد دیگری هم بگنجونن و تکنوازی خودشون رو البته با حفظ تمام ویژگی‌های منحصر به فرد سبک خودشون در یک نظام کاملا باز مدال ارائه می‌کنند. هنر دوستان در عملی کردن این خواسته به خصوص در سی دی به نظر من بسیار شنیدنی و
قابل توجه. قبل از انتشار سی دی 4 بار در فرانسه کنسرت دادیم و 3 دور ضبط کردیم. در بهار 97 اول چند روزی در صومعه لبخه در مرکز فرانسه به قول فرانسوی‌ها اقامت هنری کردیم و بعد از همین های لازم 8 پیشرو برنامه رو در سالن کنسرت صومعه که آکوستیک جالبی داشت و میتونست آکوستی که کاخهای تاریخی ایران و عثمانی رو به نوعی تداعی بکنه ضبط کرد. بعد به پاریس رفتیم و اولین کنسرت نیشابور رو در کنسرواتوار ایسی لمولینو اجرا کردیم. پاریس مجدداً این 6 پیشرو رو 2 بار در استودیو طبیعتاً باز هم به شکل کاملا آنسام ضبط کردیم. اما هر 6 پیشروی که در آلبوم نیشابور منتشر شده توسط مؤسسه ماهور میشنوید منحصراً در روز دوم کاری در استودیو پاریس، یعنی تنها در طول 1 روز ضبط شدن. البته که تأثیر زحمات فرید خردمند در ادیت و میکس و مسترینگ این ضبط ها رو هم نباید پرگز نادی بگیره. اون خیلی خوب بود آدم تو آدم ساله سده حواظت نیست شما همه خوبه این پاساژه رو پای نبنده رو یک کمی دینامیکش رو یک کم برجسته تره کمی بیشتر همین پا... دا 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 صدا و آماده سازی این پروژه هم مثل عجملر، البته اینجا منهای بخش ضبط به من واگذار شد و کل مراحل آماده سازی و نهایی سازی ترک‌ها و سی دی هم یک تا یک ماهی بیشتر طول نکشید. برای من پیچیده ترین پروژه از نظر کار موسیقی و آسون ترین اینها از نظر کار صدا بود. کنسرت بعدی رو در موزه لوور شهر لانس و از طنز روزگار در حاشیه نمایشگاه هنر قاجاری به عنوان امپراتوری گلهای سرخ اجرا کردیم.
من در کاتالوگ نمایشگاه مقاله درباره تاریخ موسیقی دوره قاجار داشتم و در کنسرت هم بعد از توضیحاتی کوتاه توسط دکتر میرحبیبادی اول یک قسمت موسیقی قاجاری نواختیم و بعد در قسمت دوم رپرتوار عجمی رو اجرا کردیم. در پاییز همین سال گروه به فرانسه برگشت و این بار به جنوب کشور رفتیم. اولین اجرا رو در شهر وانس در کلیسای زیبای ماتیس در زیر نقاشی‌های او اجرا کردیم و به شکل آکوستیک هم نواختیم که برامون خیلی لذت بخش بود. بعد از وانس در شهر زیبای نیس یک تجربه جالبی داشتیم. برای یک کلاس از بچه‌های کم سن و سال کنسرواتوار نیس یک آتلیه آشنایی با موسیقی ایرانی برگزار کردیم و بعد از معرفی سازها و توضیحات کلی سعی کردیم قطعه نیشابور رو با همراهی خود اونها اجرا بکنیم تا به شکل ملموس با کار ما آشنا بشن. و کنسرت بعدی رو در کنسرواتوار ملی نیس برگزار کردیم که با بیشترین استقبال مخاطب از لحاظ تعداد تماشاگران مواجه شد. فکر این نوع موسیقی میتونه اون پله رو برقرار کنه بین گذشته و امروز و آینده و این از این سردرگمی نجات بده و خیلی واقعا میتونه موثر باشه به نظر من. خوشبختانه با پیگیری که عاملین و فعالین این حوزه انجام دادن و کارهایی که تولید شد و از اون طرف مقالاتی که نوشته شد و سخنرانی‌هایی که صورت گرفت، مبانی این موسیقی برای عموم موسیقیدانان ایرانی گشوده شد و راه ارتباط اونها با این موسیقی هموارتر شد و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که تعداد خیلی بیشتری نسبت به سالهای آغازین این جریان با این موسیقی همراه میشن. به نظر من آینده خوبی خواهد داشت. مجموعه قطعات موسیقی قدیم چه دوست داشته باشیم چه نه به رپرتوار موسیقی عملی ایرانی اضافه شدند و ناگزیریم که در دستبندیمون، در طبقه بندیمون یک قفسه، یک جا براش اختصاص بدیم. این برنامه بالاخره من رو پیدا میکنم و راجبش سوال میکنم و اصلا من واقعا برای خودم این بازخورد خیلی جالبه. این یک دوره از موسیقی ماست. ما هم که این موسیقی اجرا کردیم معتقد نیستیم که این بهترینه یا بدترینه یا همه باید بذارن کنار فقط همینو بزنن. نه، اصلا اینطور نیست. وجود چند سیستم، غنی بودن و گسترده بودن یک فرهنگ رو در یک جامعه میرسونه. باید هوشیار باشیم که اشتباهی که با ردیف و رپرتوار قاجاری انجام دادیم رو با این رپرتوار انجام ندیم. نباید از رپرتوار عجمی هم یک الگوی مقدس منجمد و این است و جز این چیزی نیست بسازیم. در این حال تردیدی نیست که رپرتوار عجمی هم همونقدر ایرانیه که رپرتوار قاجاری. دوره‌های موسیقی ایرانی رو باید اصلا متمایز کرد. رپرتوار عجمی نفی رپرتوار قاجاری نیست، نیای اونه، پدر بزرگ اونه. رپرتوارهای همه دوره‌ها رو باید اجرا کرد و باید از همه اونها در خدمت آفرینش موسیقی معاصر استفاده کرد. جای خوشبختی هست که
نسل جدید موسیقی ایرانی میتونه که این رپرتوار رو در اختیار داشته باشه، میتونه این رپرتوار رو درس بگیره و احتمالاً آروم آروم شروع کنه به تجربه کردن برای ساخت نمونه هایی که الهام گرفته از این مکتب آهنگسازی. و امروز روز باید از این امکانات استفاده کرد. آینده به نظر من خوبی خواهد داشت. حالا بعضی هستن که به هر دلیلی، دلایل شخصی هست، دلایل سلیقه‌ای هست، دلایل موقعیتی هست، بعضی احساس کنن اگر مثلا بگن این موسیقی خوبه موقعیتشون، یا حوصله انگار چیز جدید ندارن، همون شکلی میخوام بگم. در واقع یه چیز قدیمی جدیده در واقع داشتیم و حالا به هر حال من آینده خوبی میبینم. به نظر من چیزی که این کار ارائه میکنه در مقایسه با شغلنامه و عجبگر اینه که به یه دوره تاریخی متأخرتر میپردازه که دقیقاً مقارنه وقتی که ما فکر میکنیم موسیقی صفوی تو اون دوره در واقع از می رفت. این خیلی باید جالب باشه برای یک آهنگساز نئوکلاسیک که روند تکامل این موسیقی رو بررسی بکنه از دوره تیموری، حالا با شواهد اندکی که ازش هست، به صفوی برسه و بعدش بیاد موسیقی این دوره، یعنی موسیقی قرن 18 هم رو بررسی بکنه و ببینه چقدر این موسیقی آروم آروم تکامل پیدا کرده. همین روند اگر ادامه پیدا میکرد و قطع نمیشد، قطعا ما الان میتونستیم آهنگسازی های غنی‌تر و متعددتر و با فرم های پیچیده‌تری داشته باشیم. نه تنها موسیقی این گنجینه ها بسیار با اهمیت و پرارزش هستن برای موسیقی نئوکلاسیک، بلکه دستاورد موسیقی عثمانی در صده‌های بعدی 18 و به ویژه 19 که روی در واقع پی همین موسیقی بنا شدن، هم برای موسیقی نئوکلاسیک بسیار مهم و با ارزش میتونه باشه و باید این موسیقی از طرف موسیقیدان‌های نئوکلاسیک به خوبی شناخته بشه، چرا که اوج این سیر تاریخ موسیقی از فارابی تا صفی الدین و مراغی رو در قرن 18 و 19 کجا میتونیم انتظار داشته باشیم اتفاق بیفته جز در دربار موسیقی دوست عثمانی که تا اون زمان این سیر تاریخی به حیات خودش ادامه داده. اگر فکر میکنیم این سرمایه‌گذاری بلند مدت و عظیمی که دربارهای عثمانی روی این موسیقی کردن در طول نزدیک به 700 سال تاریخ امپراتوریشون هیچ دستاورد قابل توجه و بزرگی نداشته، ولی عدم توجه و علاقه و حتی بیمهری و دشمنی با موسیقی در دربارهای ایرانی و وضعیت سیاه و گاهی حتی نامعلوم موسیقی در طول همین زمان در ایران نتیجه شگرف و بسیار قابل توجهی داشته، قطعا در اشتباهیم. برای من کار کردن در پروژه نیشابور بعد از عجملر به شدت لذت بخش بود. کار کردن با دوستایی که همیشه هم صحبتی و معاشرت باشون، تمرین باشون همیشه آموزنده بوده، خیلی جذاب بود و فکر میکنم که سیدی نیشابور حتما شنیدنیه و حتما افق‌های بسیار روشنی رو برای موسیقی ایرانی نشون میده. یکی از افق‌های روشن آینده موسیقی کلاسیک ایران قطعا از جریان نئوکلاسیک موسیقی ایران میگذره. جریان نئوکلاسیک موسیقی ایرانی اونطوری که من درکش میکنم جریانیه که تلاش میکنه با تکیه بر مطالعات موسیقی شناختی و تاریخی از عناصر و امکانات فراموش شده موسیقی کلاسیک قدیم ایران، به ویژه موسیقی کلاسیک تیموری و میراث‌دارش موسیقی کلاسیک صفوی، به شکل آزادانه و گزینشی برای دستیابی به یک سبک آهنگسازی هنری معاصر بهره ببره و در این راه رها از تعصبات کورکورانه نسبت به منابع نظری و عملی فرهنگ‌های همسایه و همخانوادگی ها هم کاملا بازه. روشنه که یکی از بازوهای اصلی جریان نئوکلاسیک احیا و اجرای رپرتوارهای پیشاماجاری موسیقیدانان ایرانی و همچنین غیر ایرانی این حوزه است، چون تا وقتی که رپرتوارهای قدیم رو به خوبی و به شکل عملی نشناسیم چطور میتونیم از عناصر اونها به درستی در سبک معاصرمون الهام بگیریم؟ هر حرکتی وقتی جدیده همیشه مورد انتقاد یا بی‌محلی قرار میگیره. زمان لازمه تا جامعه اونو جذب کنه. اگه اون حرکت واقعا ارزش داشته باشه در طول زمان پی به ارزشش میبریم.
زمان یک داور بی برو برگرده. 10-15 سال در مقابل تاریخ ناچیزن. حتی در خیلی از جامعه ها موسیقی رول پیشتاز رو بازی میکنه. بعدن پی میبرن. اعدام‌ها که شروع شده بود، سلطان مراد موسیقیدانی را یافت که به مأمور التماس می‌کرد مرگش را لحظه‌ای به تعویق بیاندازد و این لطف را به او عطا کند که بتواند کلمه‌ای با سلطان سخن بگوید. موسیقیدان گفت: ای امپراتور والا، تاب نیاورید که هنری شگرف چون موسیقی امروز با شاه قلی نابود شود. نه، من حسرت زندگی را برای خود زندگی نمی خورم، اما تأسفم فقط برای عشق به موسیقی است که هنوز نتوانستم به همه اعماقش وارد شوم. اگر آنقدر خوشبخت باشم که به کمالی که آرزو دارم برسم، خود را بهره‌مندتر از این تصور خواهم کرد که فرزن صاحب امپراتوری شما می بودم. به شاه قلی اجازه داده شد تا استعدادش را به نمایش بگذارد. ششتاری به دست گرفت، صدای خود را همراه ساز کرده، آهنگی چنان لطیف درباره سقوط غم‌انگیز بغداد نواخت که سلطان به گریه افتاد. امپراتور به احترام شاه قلی نه تنها دستور داد که زندگی کسانی که هنوز اعدام نشده بودند به آنها بخشیده شود، بلکه آزادی نیز به آنها برگردانده شود. سلطان مراد شاه قلی را با خود به استانبول آورد و اهمیت بسیار زیادی برای او قائل شد و در عثمانی به قطعات موسیقایی تقلید ناپذیری که او در پارس ساخته بود حیاتی دوباره بخشید. قطعاتی که می توانستند در زیر خرابه های بغداد مدفون شده باشند.